صحبت ها و لایو جنجالی حسن آقامیری در کلاب هاوس. همونجور که میدونید بعد از اتمام انتخابات و نزدیک شدنمون به مراسم تحلیف رئیس جمهور، صحبت ها و حرف و حدیث ها دوباره در فضای مجازی باب شده. در همین خصوص هم حسن آقامیری و افرادی که در زمان رای گیری و حتی دوره مناظرات صحبت ها و تحلیل های بسیاری در خصوص انتخابات داشتند، این روزها هم با تب و تاب انتخاب کابینه دکتر مسعود پزشکیان دوباره صحبت هایی را انجام میدن و در همین خصوص قصد داریم بپردازیم به مهمترین صحبت های روز گذشته حسن آقامیری در خصوص یک سری از افرادی که به نظر میرسه حق خودشون میدونن که در کابینه مسعود پزشکیان حضور داشته باشن و به نظر حسن آقامیری نسبت به این صحبت ها واکنش های مختلفی نشون داد که در ادامه با هم دیگه خواهیم شنید. و حسن آقامیری از طرفداران پروپاگورس مسعود پزشکیان از روزی بود که توسط شورای نگهبان مسعود پزشکیان انتخاب شد و نامش به عنوان نهایی شدن و اون شش کاندیدی که قرار بود حضور پیدا کنند اعلام شد، حسن آقامیری مدام از پاک دستی و اینکه فرد نیکی هست مسعود پزشکیان یاد کرد و حسابی ازش تجلیل و تعریف کرد. حتی در لایف های مختلفی با محمد جواد ظریف و آذری جهرمی وزرای سابق دولت حسن روحانی لایوایی رو برگزار کرد و توی اون لایف ها سعی بر این داشت که نشون بده که دوست داره به مسعود پزشکیان رای بده و طرفداری خودش از مسعود پزشکیان رو در زمینه انتخابات اعلام کنه. حتی زمانی که نام مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور آینده ایران انتخاب شد هم واکنش هایی رو نشون داد که ما توی ویدیوهای گذشته اونو بررسی کردیم. اما این روزها که تب و تاب انتخاب کابینه مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران سر باب هست و حرف و حدیث ها در خصوص لیست های فیک و که داره توی فضای مجازی منتشر میشه زیاد هست، حسن آقامیری در خصوص این افراد در انتخاب کابینه مسعود پزشکیان صحبت هایی رو انجام داد و گفت که بهتره که بیان توی فضای مجازی علنا اعلام کنن که دارن چه کار میکنن و شخصا حتی به نظر میرسه طبق گفته های خود حسن آقامیری با محمد جواد ظریف طی تماس تلفنی که داشته به صحبت پرداختن. بهتر با هم دیگه اول از همه صحبت های حسن آقامیری در خصوص روند تشکیل دولت مسعود پزشکیان رو ببینیم، برگردیم ادامه ماجرا رو بررسی کنیم. یه سری وعده داده به مردم که باید بهش عمل بکنه، مثل همین رفع فیلتر که تمام اوغلای کشور به این نشستن این کار غلطه. فقط یه رانت چند هزار میلیاردی واسه یه سری خانواده درست شده که هیچ به هیچ کم پاسخگو نیستن و بعدم مالیاتی هم نمیدن و نوجوانای ما تو معرض خطرات بزرگ قرار گرفتن با این فیلتر شکنا. یعنی صفحاتی که تو اروپا و آمریکا فیلتر برای بچهای زیر 18 سال اینجا بازه به خاطر استفاده از این ابزار. میخوام بگم دولت که تا رسید باید به وعده‌اش عمل بکنه، ولی برای عمل به وعده‌اش نیاز به یک مقدمات داره در رسانه‌ها. میگم از این بچه‌هایی که مثل خود همین خود شما تو کلاب هاست یا توی توییتر یا بچه‌ای که توی اینستاگرام کار می‌کردن، اینا باید از اینا 100% استفاده بکنه. این که میره با مخالفین میشینن عالیه، بی‌نظیره، کم نظیره تو این کشور، خیلی کار درستیه. اما باید حواسشون باشه که اونایی هم که زحمت کشیدن این وسط احساس نکنن دولت خرش اپول گذاشت ما رو بی‌خیال شد، چون دولت به اینا احتیاج داره، دولت به شماها احتیاج داره. هر کاری بخواد بکنه باید با مردم صحبت بکنه. الان ما تلویزیون نمیبینیم. من با آقای ظریف پیام دادم آقا شما تو تلویزیون رفتی گزارش دادی؟ خب من که اصلا تلویزیون نمیبینم، تلویزیون مخاطب آنچنانی نداره. شما تو فضا مجازی رأی آوردید، باید تو فضا مجازی هم توضیح بدید که حالا دیدم تو صفحاتشون هم گذاشتن و دمشون هم گرم، تازه اولم از اینترنت شروع کرده، یعنی فضا مجازی کار شروع کردن. من حرفم اینه، میخوام بگم فضای مجازی این بچه‌هایی که این کارا رو کردن که براشون کلمه ایران واقعا مهمه، دنبال هیچی نیستن، خیلی مهمه که دولت توجه واقعی به اینا بکنه. و بزرگترین خطری که این دولت و هر دولتی رو تو هر کجای جهان تهدید میکنه مجاهدین شنبه است، یعنی کسایی که برای منافع شخصی میان دور دولت. اینا نه ارقی به دولت دارن، نه به مملکت، نه به هیچی، منافع شخصی براشون مهمه. اینا ضربه میزنن، باید مواظب باشیم تو مدیریت ها اینا نفوذ نکنن، چون آدمایی هستند که هیچی، میگن برای خودشون جای شخصیت قائل نیستن، 24 میان دور و بر دولتی که رأی آورده، حالا چه اصولگرا چه اصلاح طلب، براشون فرقی هم نمیکنه و دنبال منافعن، پر هزینه، پر توقع، دهنهای گشاده باز، کمترین کارکرد از این جماعته، از مجاهدین شنبه است.
حالا ما که اندازه خودمون هر کجا تخلفی ببینیم تو این گرفتن پست آدم‌های فرصت طلب بیان، بدون تعارف با بلندترین صدا تو فضا مجازی اعلام می‌کنیم. امیدوارم هستیم دولت انقدر خلاصه برای خودش و برای این آدم، برای این امیدهایی که بهش بسته شده ارزش قائل باشه، جلوی این جماعت رو بگیره، چون این جماعت خطرناکن. میگم ربطی هم به اصلاحات و اصولگرا این چیزا نداره، تو همه جای جهان اینا هستن، تو دولت‌های اصولگرام هستن، هیچ زحمتی نمی‌کشن، سفره که پهن میشه شروع میکنن. چون منفعت شخصی، حالا ببین بچه‌ای هستن انقدر زحمت کشیدن فقط براشون کلمه ایران مهمه، ملت مهمه، سر سوزنی چیز نمیکنن، چی میگن، گله نمیکنن. بعضی میبینی اصلا نمیدونی کجا بوده طرف، یه جوری صحبت میکنه و بعد مثلا میگم ما سیاستمون این بود که آقا همه یه دولتی باشه که از همه جناها توش باشن، به قول معروف دولتی که همه سلیقه ها توش بتونن حضور پیدا بکنن، حالا توی اون چارچوبش که هست، نه که همه سهم داشته باشن، همه سلیقه ها، همه نگاه حضور داشته باشن. بعد من مثلا دیدم بعضی اومدن که نه آقا ما برنده شدیم، اصلا بقیه کجا بود؟ آقا شما کجا بودید اصلا خبر ندیده هیچی؟ فکر میکنید همه چه میدونم میگن جناح فلان برنده شد، طرف اومده از پاپ کاتولیک تر شده، از مراجع مسلمون تر شده. نه، فقط باید جبهه فلان باشه. چی میگی اصلا؟ تو که جز اونا نیستی، اولا نبودی هم که هیچی، اومدی سهم بگیری؟ بیا برو بابا کارت. قرار شد شایستگان بیان، قرار نشد کسی که اعتقاد نداره به این مبانی پاشه بیاد بخواد سهم بگی. بعد میدونی چیکار میکنن که میگن باید بدید به فلان جناح که خودشون هم عضو اون جناح بدونن که یه چیزی هم گیره اینا بیاد، چون اگه قرار باشه شایسته ها بیان سر کار، اینا رو از 100 کیلومتری پست و مقام هم نمیتونن ردشن. خیلی باید مواظب اینا بود. همین، امیدوارم بچه‌ای که زحمت کشیدن اجرشون رو خدا بالاخره بده و باعث یه اتحاد ملی بشه. اگه این دولت موفق بشه کار مثبت درست انجام بده، فراجناحی باشه، واقعا تو انتخابات بعدی این تو زندگیمون تأثیرش رو میبینیم، این دعواها اختلافها برطرف میشه، قطعا ملموس خواهد بود ثمراتش. اگرم خدایی نکرده، خدایی نکرده راه کج بریم و مصلحین هم صداشون رو به خاطر منافع خلاصه نشنویم و یا اونا حرف نزنن، خدایی نکرده، که امیدوارم یه همچه روزی نیاد. نمیخوام بگم تشجیح میشه اون گزارش میدید. خب واقعیتش من خودم یه نفر، من اصلا تلویزیون نگاه نمی کنم. من فکر میکنم خیلی از مردم، یعنی تلویزیون مخاطبش خیلی پایینه و وقتی شما تو فضای مجازی یه عدد قابل توجهی رأی گرفتی، اونو نباید ازش غافل بشی. بعدم یه سری بچه‌هایی بودن که تو این قصه هم کاربلد بودن هم زحمت کشیدن، حالا من نمیدونم ازشون استفاده میشه یا نمیشه، حالا همه خود شما و نمیدونم دوستایی که این کلاب رو انداختن یا یه سری بچه‌هایی که من میشناختم که اطرافیان آقای آذری جهرمی بودن، فکر میکنم یه تیمی اونا بودن، خیلی هم کارهای قوی و خوبی ساخته بودن. مثلا از اینا باید استفاده بشه، یعنی دولت باید حواسش به این چیزا باشه. الان من دیدم که یه کار خیلی خوبی شد، آقای پزشکیان رفتن یه سری مثلا حیات مذهبی، حتی حیاتی که علنی مثلا مده اون هیئت توهین کرده بود به آقای ظریف و به دیگران، برایشون رفتن دیدن، خیلی کار قشنگیه که آقا دیگه رقابت